حسین جنتی لادانی، فرزند احمد جنتی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در 23 خرداد سال 61 در نبرد مسلحانه با سپاه پاسداران کشته شد. شاید کمتر کسی بداند که او فرزند احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران است. حسین جنتی در سال سی در قم به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان حکمت گذران و همزمان وارد فعالیت های سیاسی شد و بعد از عقص دیپلم به دلیل فروش جزوه ملحقات توضیح المسائل امام خمینی در قم دستگیر و به سه ماه حبس تعدیبی محکوم شد اما مجموعا شش ماه در زندان سپری کرد او اصالتا متعلق به محله لادان اسفهان است که ما بین خیابان آتشگاه و خیابان شهید اشرفی اصفهان قرار دارد. او در زندان در جمع اعضای هیئت معتلفه حضور داشت و به پای درس و بحث حبیب اسکرولادی رئیس حزب معتلفه می نشست. بعد از آزادی فعالیتهایش را از سر گرفت و با عزت شاهی مرتبط شد و با کمک او به توضیح و تکثیر اعلامی های امام خمینی و جزوات سیاسی در قوم پرداخت. او از سال 52 به دلیل ارتباط با عزت و عضویت در سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب بود و با استفاده از اسامی مستعار عبداللهی و احمد زمانی در زندگی مخفی به سر می بود. حسین جنتی لادانی 28 مرداد 54 بعد از کشته شدن مجید شریف واقفی و حوادث سال 54 سازمان مجاهدین توسط وحید افراخته لو رفت و زیر شکنجه قرار گرفت او در دادگاه به حبس ابد محکوم شد در زندان به دلیل اختلافهایی که با سازمان داشت حدود شش ماه ساکت و در خود بود اما بعدا به مجاهدین یعنی جمعی که ادامه دهندگان خط حنیف نجات بودند پیوست او در آبان 57 از زندان آزاد شد و به فعالیت در سازمان مجاهدین ادامه داد و در شمال رهبران و فرماندهان آن قرار گرفت. او در سال 59 با دختر دانشجویی به نام فاطمه سلوری متولد گلپایگان دانشجوی دانشگاه اصفهان و از اعضای سازمان مجاهدین خلق ازدواج کرد. حسین جنتی بعد از مدتی مسئول دفتر جنبش مجاهدین در اصفهان بود و از این طرف این سازمان به همراه فردی به نام فضلالله تدیان نامزد نمایندگی در دوره اول مجلس شورای اسلامی شد که آرای لازم را کسب نکرد او بعد از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین علیه نظام جمهوری اسلامی از سازمان حمایت کرد و فعالیتش را بیشتر کرد او با همسرش به زندگی مخفی رویاورد و در روز 23 خرداد سال 61 در درگیری مسلحانه کشته شد. همسر او فاطمه سروری بعدها به عراق رفت و به فعالیت خود در سازمان مجاهدین خلق ادامه داد و تا رده های بالا سازمان پیش رفت و در سال 64 از مسئولان نشریه و رادیو صدای مجاهد بود. فاطمه سروری در عملیات مرساد یا همان عملیات فروغ جاویدان کشته شد. در سال 57 و, و در جریان انقلاب از فعالان دانشجو در راهاندازی تظاهرات مردمی در گلپایگان بود فرزند حسین و فاطمه پسری به نام آصف یا محسن است خرداد 61 که محل استقرار فاطمه مورد هجوم قرار گرفت آصف هجه ماهه بود که به احمد جنتی یعنی پدر بزرگ سپرده شد او در 17 یا 18 سالگی هنگامی که به عنوان یک بسیجی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام وظیفه بود در یک حادثه رانندگی درگذشت. حتی خیابانی هم در زل شمالی میدان انقلاب به نام عاصف جنتی نامگذاری شده. احمد جنتی هم که به عنوان عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری فعالیت می کند از دوره اول شورای نگهبان در سال 59 به عنوان عضو فقیه این نهاد منصوب شد و سال 71 دبیری این شورا را بر عهده دارد. احمد جنتی فرزند دیگری نیز دارد. علی جنتی زاده سه تیر 1328 او سیاست مدار اعتدالگرا و دیپلمات ایرانی است که بر خلاف برادرش راه نظام جمهوری اسلامی را در پیش گرفت و در دولت یازدهم سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را بین سالهای 92 تا 95 بر عهده داشت. اما نکته جالب در مورد احمد جنتی و پسرش این بود که گفته می شود آیت الله جنتی نصب کرده بود اگر پسرش که فرریست و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود چهل روز روزه شکر بگیرد. بر طبق گفته برخی منابع دیگر حسین جنتی توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر و اعدام شده. اما برخی منابع دیگر در کشه شدن او در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران خبر میدهند. موسوی تبریزی زمانی که دادستان انقلاب بود روایت خودش را رو از درگیری های مسلحانه اوائل دهه با خبرگزاری فارس سر میان گذاشت از جمله در مورد دستگیری و کشش شدن موسا خیابانی و فرزند آیت الله جنتی و اعدام های 67 موسوی تبریزی این گونه میگوید آن موقع آقای ری شهری بر این باور بود که اعضای آزاد مجاهدین خلق با هم قرار گذاشته بودند که صدام به هر شهری رسید به او کمک کنند. زندانی هایشان قرار گذاشته بودند که شورش پا کنند آزاد شوند و به صدام کمک کنند این را به امام خمینی گزارش شده بودند و امام هم حکم داده بود که چند نفر به صورت شورای مسئله زندانیایی که در زندان هستند را پیگیری کنند و ببینند اگر اینها در حمایت از مجاهدین خلق در موضع خود به نفع منافقین محکم هستند حکمشان اعدام است موسوی تبریزی درباره درگیری های سال است با اشاره به اینکه از طریق موسی خیابانی و زن رجوی به سایر بزرگان آنها همچون پسر محروم آقای گیلانی و پسر آقای جنتی که در خانه های تیمی بودند رسیدیم گفته عملیات با اطلاع من از چهار نیمه شب شروع شد و تا نزدیک ده صبح ادامه داشت البته بیشتر آنها به دلیل اینکه اسلحه داشتند و درگیری مسلحانه ایجاد شد کشته شدند مانند پسر آقای جنتی اما پسر آقای گیلانی فرار کرد اما در مسیری که میخواست از ارومیه به خارج فرار کند کشته شد محمد مهدی دعوی سرای گیلانی که زاده رودسر از استان گیلان است بعد از پیروزی انقلاب پنج و هفته ایران و بعد از استعفای صادق خلخالی به دستور امام خمینی به ریاست دادگاه انقلاب رسید و میتوان گفت که جای صادق خلخالی را در امر اعدام ها پر کرد و حتی گفته شده که خود او حکم اعدام پسرانش را صادر و آن را اجرا کرد. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره که نظراتتون رو با ما در میون بذارید. و اگه میخواین ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.